به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب رهبر عزیزمون یه سخنرانی داشتن در حسینیه امام خمینی و پیام‌های مهمی رو به مجلس دادن، به دولت جدید دادن، به آقای پزشکیان دادن. آقای پزشکیان هم اونجا بود چون ایشون هنوز نماینده مجلسه تا زمانی که رسما رئیس جمهور بشن. خب میخوام بگم که اینا رو که من نگاه کردم و پاسخ در واقع یا لبه که پزشکیان به سخنان رهبر، خب منو یه مقدار زیادی خوشحال و امیدوار کرد. مثل همه شما نگران این دار و دسته نیویورکی ها و این برخیشون یهودیان مخفی هستم و در هر صورت میخوام بگم که جای نگرانی نیست. ما دولت روحانی رو رد کردیم و من امید دارم که چیزای خوب اتفاق میفته. اول میخوام برم بخشایی از سخنان رهبرمون رو اینجا براتون پخش کنم، ببینین که چی گفتن و بسیار جالب بود. در واقع یک تودهنی محکم هم بودش به دولت روحانی و رئیس مجلس اون زمان آقای لاریجانی. اینجا دیگه خیلی روشن و واضح بودش، یعنی اصلا مولای درزش نمیره. میریم گوش میکنیم با هم دیگه. تشکر میکنم از جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس. خب ببینین، از آقای قالیباف رهبرمون تشکر میکنن. خب میخوام بگم که من که باور دارم این انتخابات مهندسی شده بود و آقای قالیباف هم یه مقداری ایثار کرد، یعنی مردم همه سر شوریدن و در واقع یه مقداری تخریب شدهش، میگفتن چرا نمیره کنار و این داستانا. اینها همه جزو برنامه بود، اینو یادمون باشه. این باور منه و نظر شخصی منه، شما میتونین نظر دیگه ای رو داشته باشین، ولی من دارم اینو میگم و بر حسب اون نظری که دارم حالا اینجا سخنان رهبرمون برای من معقول و منطقی میاد، make sense میکنه به قول اینجایی ها. بسیار خوبی رو بیان کردن و بنده هم بعضی از همین مطالب ایشون رو عرض خواهم کرد. نکته اول، مجلس صرفاً یک نهاد پرسشگر نیست، آها، بلکه یک نهاد پاسخگو هم هست. آها، اینجا توجه کنید. برخلاف تصور بسیاری که خیال میکنن مجلس با جعل قانون به دولت دستور میده، بعدم سوال میکنه، استیضاح میکنه، چه میکنه، پرسشگر مجلس. بله این وظایف وجود داره، لکن پاسخگو هم هست. مجلسی که از ارکان کشوره، یک نهاد تصمیم گیره، یک نهاد اقدام کننده است. هر مجموعه و یا فرد تصمیم گیر و اقدام کننده پاسخگو هم است. وظایفی هست که باید انجام بده، اگر نده مورد سوال قرار میگیره. کارهایی هست که باید نکنه، اگر بکنه مورد ایراد قرار میگیره. بله. به کی پاسخگو باشه مجلس؟ در درجه اول به خدا. ما مؤمنیم، میدونیم روزی هست که از ما از جزئیات کارهامون و اعمالمون سوال خواهد شد. شما یه قانونی را که جعل میکنید، وضع میکنید، یه حکمی رو که امضا میکنید باید جواب بدید. هممون باید به این مسئولیت بزرگ فکر کنیم. این مسئولیت در مقابل خداست که از همه مسئولیت ها، از همه سوال ها بالاتر، خطیرتر و در خور اهتمام بیشتر. خب این یعنی چی؟ یعنی نماینده های مجلس باید خداشناس باشن،
در مقابل خدا خودشون رو پاسخگو بدونن. خب آیا همه نمایندگان مجلس صمیماً از ته دل خداشناس هستن؟ خب امیدواریم باشن. بعدم در قبال مردم، حالا مردم اگر چنانچه مجلسی یک امر خلاف انتظاری رو مشاهده کنن، یقه مجلس رو البته نمیگیرن مردم، یعنی سازوکار قانونی برای این کار وجود نداره. خب آیا نباید یه چنین قانونی وضع بشه که یک مقام دیگه بتونه یقه مجلس رو بگیره؟ الان تو قانون اساسی ما نیست، لیکن در رفتار اونها، در روش اونها، در واکنش اونها انسان میتوانه مشاهده کنه رضایت اونها یا عدم رضایت اونها رو. ما در طول این چند ده سال داشتیم مجالسی رو که کارهایی کردن که مردم نپسندیدن این کار رو. خب چی بوده این کار رو؟ مثلا امضای برجام در 20 دقیقه، یعنی در واقع پیام از این روشنتر به دولت روحانی و اون مجلس لاریجانی پیام از این روشنتر هم میشه؟ از این کارها خوششون نیومده من. آها. نتیجه این شده که عوامل اون کارها از چشم مردم افتادن. لاریجانی و روحانی درست از چشم مردم افتادن. خب بگذاریم از این که ظریف که این برجام رو آورد تو مجلس که منفور شده در چشم ایرانیان، ولی مجلس هم مسئولیت خودشو داره. خب اینا رو ما تو این سالها تجربه کردیم، اینا رو مشاهده کردیم. بله. اینی من از اینجا میخوام بپرم برم یه جای دیگه، ولی در ادامه ایشون میگن که همکاری مجلس با رئیس جمهور مهمه، موفقیت رئیس جمهور موفقیت ماست و اینا باید با هم همکاری کنن، اتحاد خیلی مهمه، اتحاد بین گروه ها، بین تفکرهای سیاسی گوناگون، دیگه رعایت اخلاق در صحن عمومی مجلس و نیان اونجا در واقع نمایندگان مجلس دیده شده که میان یه چیزایی رو میگن یا منفی بافی میکنن، منفی بافی های شدید و زیاد، و یا سیاه نمایی میکنن. سیاه نمایی یعنی نشر اکاذیب دیگه. و چه در مجلس و در چه مجامع عمومی و مجامع در واقع فضای مجازی، این هم گفتن که حذر بکنین از این موضوع. یه نکته دیگه ای رو که مطرح کردن، تراکم قانونی، یعنی نیان اینقدر هی قانون درست کنین، قانون تصویب کنین و میان لایحه، میان طرح درست میکنین و اینها انباشت اینا باعث سردرگمی میشه و کسی سردر نمیاره از این قوانین. من میخوام بگم که کشورهایی که کتاب قانونشون چند متر جا رو میگیره، از همه بی قانون تر هم این کشوران. یعنی وقتی که ندونی که قانون چیه، دقیق و روشن و کوتاه و مختصر و مفید و روشن، خب اینطوری میشه که توی این قوانینی که وضع میکنن سوراخ‌هایی پیدا میشه که دزدان میتونن ازش استفاده و سوء استفاده بکنن. اینه منظور اینه. و نظارت مجلس به سیاست‌های خارجی ایشون تکیه کردن، خیلی مهم بودش. و اینکه برداشتن تحریم‌ها دست ما نیست ولی خونسا کردنش دست ماست، این حرف مهمی بودش که اینجا میزنن. برداشت تحریم‌ها رو آمریکا تصمیم میگیره که هرگز تحریم‌ها رو بر نخواهد داشت، این باور منه. پس باید روی خونسا کردن تحریم‌ها صحبت کنیم، یا حتی بیانیه هم نه، گاهی نطق نمایندگان. نطق نمایندگان گاهی بنده گاهی اظهار توقع کردم در این مواردی انتظار هست که نمایندگان تو مجلس ناظر به این مسئله مهم سیاست خارجی یه حرف بزنن، یه نطقی بکنن. در دنیا این کار معموله، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مثلا فرض بفرمایید فلان چیز گفته، این در دنیا معروف میشه. خیلی از کارها رو مجالس میکنن، دولت ها از پشتوانه اقدام مجالس استفاده میکنن. قانون جامع تحریم آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی، علیه ایران، این قانون معروف به سی سادا، اینو مجلس تصویب کرد، مجلسشون تصویب کرد.
همه تحریما رو اونا تصویب کردن، درست؟ ولی اینجا مجلس ما اومد همه رو امضا کرد، مجلس روحانی. البته رئیس جمهور دموکرات اون سال آدم دروی بددل، که هم درو بودن هم بددل بودن هم زرنگ هم بودن، از مسئولین ما زرنگتر بودن. اوباما توی بعض از مراودت انسان بیاره امضا کرد، اون قام میتونست امضا نکنه. دقیقا اوباما رو رهبرمون میگن. اوباما طرف اون آدم اون فراماسونر هاست، آدم اوناست. ادعا میکرد که میخواد همکاری کنه، همراهی کنه با ایران بر قضیه مسئله هسته‌ای و اینها، اما در این حال امضا کرد. قانون جامع رو مجالسشون انجام دادن، مجلس مجالس این کارا رو میکنن، بنابراین مجلس تو این زمینه میتوانه فعال باشه. ما تو همین مسئله تحریم که خب سر زبانها خیلی میچرخه، به خصوص در ایام انتخابات تکرار میشد در اظهارات گوناگون نامزدهای انتخاباتی و مردم و طرفدارانشون، اینا مسئله تحریم ها رو مجلس میتونه درش حضور داشته باشه، واقعا تاثیرگذار باشه. دقیقاً هم تحریم ها رو میتونیم به وسایل شرافتمندانه برطرف کنیم، هم بالاتر از برطرف کردن تحریم ها خونسا کردن تحریم هاست. من مکرر گفتم اینو. خب تحریم ها برطرف کردنش چجوریه؟ شما برین مثلا بریکس، شانگهای، این همه کشورهای دیگه هستش، وقتی که با کشورهای دیگه تبادلات داشته باشیم دیگه اون تحریم ها خود به خودی خود خونسا میشن. ما احتیاج نداریم با شیطان بزرگ و اون نوکرهای شیطان بزرگ در واقع تجارت داشته باشیم. خب این دولت های پیشین همه تو خونقاشون رو گذاشته بودن تو سبد این شیاطین. برداشتن تحریم دست شما نیست، باید شما تدبیر بیندشید یه جوری، دست طرف مقابله. خب این پیام چی بودش الان؟ پیام به دولت آقای پزشکیان بود، پیام به آقای پزشکیان بودش، پیام بود به ظریف که دنبال برجام و اینا نرن. حالا در هر صورت امیدواریم که اینو گرفته باشن، ولی بهتون یک کلیپ نشون میدم تا چند دقیقه دیگه ببینید. اما خونسا کردن تحریم دست شماست. آها، راه های خوبی وجود داره برای خونسا کردن تحریم، بعضی از این راه ها هم رفتیم، اثرش رو هم دیدیم، یعنی رفتن مسئولین دولتی رفتن اثرش هم دیدیم، خیلی هم خوب بوده. نکته هشتم و نکته آخر مهمه در مورد کار فوری مجلس، یعنی رأی به کابینه است که آقای پزشکیان حوزه الله انشاءالله ارائه خواهند کرد به مجلس. آها، این کار فوری و فاتی شما زبطه، هرچی زودتر کابینه پیشنهادی حالا بعد از کارهایی که باید انجام بگیره تصویب بشه و دولت مشغول کار بشه برای کشور بهتره. منتها تو این زمینه هم شما هم رئیس جمهور منتخب محترم مسئولیت های سنگینی داری. آها، مسئولیت های سنگینی داری یعنی چی؟ یعنی افرادی که مصلح نیستن، انقلابی نیستن، قبلشون جای دیگه است، اینا قرار نیست که تصویب بشن و آقای پزشکیان هم قرار نیست یه چنین کسانی رو معرفی کنه. کی میخواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت‌های سازندگی، میدان تولید، کی میخواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. آهان، حالا دور و دست این ظریف چنین کسانی هستن؟ خیر، اینجا آقای پزشکیان کارش سخت میشه، باید به دنبال کسان دیگه. حالا میبینین ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده. آها، نگاه مثبت به افق یکی از شاخصهای مهمه. ببینین خود این مثبت اندیشی رهبرمون باعث شده که ما رسیدیم به این قدرت و استقلال.
35 سال پیش ایشون چی گفتن؟ گفتن ایرانی را میبینم، زمانی را میبینم که هیچ کشوری نتونه نگاه چپ به ایران بکنه. اون امید و امید به آینده و مثبت اندیشی بود. خب کسانی که افرادی که مثبت هستن و امیدوار هستن، اینا موفق ترن در زندگیشون، اصلا در زندگی روزمره، در سیاست که دیگه چه عرض کنم. اینکه افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد. آن این ظریف بودش، میگفت آمریکا میاد یه دونه موشک میزنه ایرانو داغون میکنه. آره منظور ایشون ظریف و این دار و دست روحانی اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت. آهان اینا تو دار و دست نیویورکی ها بودش یا هست؟ اکثریتشون دزدی کردن، یا برادرشون یا خودشون توی رانتی فساتی بودن، مثل آقای زنگنه، اینا سابقه شون خرابه. یک معیار، این معیار باید رعایت بشه، هم رئیس جمهور محترم اینا رعایت کنن، هم مجلس رعایت کنه. آها، یعنی اگه رئیس جمهور اومد یک کسی رو معرفی کرد به نام ظریف یا عراقچی برای وزیر امور خارجه، البته ظریف که نمیاد، مثلا عراقچی که الان حرفش هست، این پسر برادرش که دزد از آب در اومد. میخوام بگم که اینا به اون پشتوانه‌ای که داشتن پشت سرشون این کار رو کردن، ولی غلط میکرد بره چنین به این همه ضرر و زیان به اقتصاد کشور بزنه. خب در صورت یعنی یک مسئولیت مشترک شما دارید در انتخاب مسئولین کشور، سابقه سو نداشته باشن، این یک معیاره. خب سو سابقه، آیا اینو در این باند نیویورکی ها ما اصلا میتونیم بگیم که اینا سو سابقه ندارن؟ نگرش ملی داشته باشن، یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینا نشن، نگاه ملی به کشور داشته باشن، کارآمد باشن. اینا رو با تحقیق، البته کارآمدی رو غالبا بعد از اشتغال به کار میشه فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کارآمدی رو هم تشخیص داد. انشالله یک مجموعه هیئت وزیران خوبی، کارآمدی، به درد بخوری، متدینی، انقلابی بیان سر کار انشالله و بتونن مسائل کشور رو پیش ببرن. آقای پزشکیان رو ببینید در فکر فرو رفته، چه مشکل بزرگی، چه مسئولیت بزرگی به دوشمه، باید چی کار بکنم؟ واقعا آدم میبینه اینا. امیدوارم انشالله موفق باشید. مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیای اسلام. دقیقا اون چی که من درباره مسائل خارجی و فعالیت حوزه دیپلماسی و اینها برای مجلس عرض کردم، یکی از مصادیقش همین مسئله غزه است. آروم نگیرید، ساکت نمونید، کار مهمه. الان درسته که با گذشت ماه‌ها اون شور اولیه در خیلی از افراد نیست، اما حقیقت امر این است که همون اهمیت روزهای اول امروز وجود داره، بلکه بیشتر. خب آره، این یکی از سیاست‌های غرب، عادی سازی جنایت، که خیلی هم خوب موفق شدن. قدرت مقاومت روز به روز بیشتر خودش داره نشان میده. دقیقاً یک دستگاه با عظمت نظامی و سیاسی و اقتصادی مثل آمریکا پشت سر رژیم قاسب صهیونیست دارن با یک گروه مقاومت می جنگن، نتوانستن اینها رو به زانو در بیارن، چون حماس رو نمیتونن به زانو در بیارن، چون مقاومت رو نمیتوانن به زانو در بیارن، دقیق دلشون رو مردم خالی میکنن، بمب‌ها رو رو سر مردم میرد، مدرسه، بیمارستان، کودک، زن، نهایت جنایت و خباثت، سبوعیت،
داره انجام میگیره جلو چشم مردم دنیا. مردم دنیا در واقع دیگه حالا دارن قضاوت میکنن علیه رژیم قاسم خبیث. خب من اینو اینجا متوقف میکنم، میخوام برم به شنوایی آقای پزشکیان و اینکه ایشون چیکار کردن، لبیک گفتن به سخنان رهبر. بریم اینجا اخبار رو ببینیم و میخوام بگم که آقای پزشکیان یه شخصی هستش که گوشش به فرمان رهبر هست، بی خود نبودش که در هر صورت مهندسی انتخابات شد و ایشون اومد روی کار. ما کسی رو نمیخواستیم که بخواد خلاف حالا در واقع جهت رهبری حرکت کنه، گرچه آقای جلیلی اگه میومد اون خیلی خیلی همراه بود با رهبر، ولی چه بسا یه چیزایی هست که من و شما نمیدونیم، اینو باور کنین. همونطور که گفتم اگر علی ساربونه میدونه شطور رو کجا بخوابونه. در هر صورت یه صلاح و مصلحتی بوده که فراسوی این چیزایی که ما میبینیم جلوی چشممون، حتی چه بسا فراسوی مسئله غزه، اینا رو فراموش نکنیم. بریم این اخبار رو گوش کنیم ببینیم که آقای پزشکیان چی میگه. بلافاصله لبیک گفته و در بعد از این سخنرانی رهبر، رئیس جمهور منتخب در جمع اعضای ستادهای مردمی خود بر شناسایی و بکارگیری توانمندان و افراد صادق با تجربه و با دانش از جناح‌های مختلف در دولت چهاردهم تاکید کرد. خب شنیدین؟ چی از این بهتر؟ ایشون اومده داره میگه که شنیدم سخنان رهبر رو شنیدم. آقای پزشکیان گفت با اتحاد و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب میتوان مشکلات کشور را حل و با تحریم‌ها مقابله کرد. آفرین، با تحریم‌ها مقابله کرد، نه اینکه بخواد بره تحریم‌ها برداره. درست قشنگ شنید دیگه، پیامو گرفت ایشون. آفرین. به همه هم میگیم کمک بکنید، یه هم بینید همه هم آدم های خودشون رو معرفی میکنن. حالا چجوری باید چکنن؟ قدم اول. خب آدم های خودشون معرفی میکنن، مثل ظریف که رفته به اصطلاح شده رئیس شورای رهگیری، رفته همون دارو دسته نیویورکی ها و خواهد بچپونه تو نظام. حالا در هر صورت باید کاری بکنیم که اون وفاقی که ازش حرف میزدیم، اون شعاری که میدادیم، میگفتیم مملکت با یه گروه، با یه دسته، با یه جناح اداره نمیشه، خودمون پایبند باشیم، نکنه یه گروه بشیم، نکنه یه جناح بشیم. آفرین. نکنه یه دسته بشیم و نتونیم این کارو بکنیم. اگر نخبگان ما، توانمندان ما، عالمان ما، تولید کنندگان ما، کارشناسان ما در صحنه باشند و ما به آنها احترام بذاریم، ما خواهیم توانست این کشتی رو راحت به اون ساحل نجات برسانیم. ولی اگر هر کدوم از اینا رو ما بخوایم حذف کنیم، قطعا مشکل پیدا خواهیم کرد. اونا نمیخوان ما سر پای خودمون بیستیم، اونا نمیخوان ما مستقل باشیم. اونا کیان؟ شیطان بزرگ داره میگه. آفرین. قدم اول اینه که ما در داخل کشور با هم باشیم. اگر قرار با قدرت بمانیم و مشت محکمی به دهن اونا بزنیم، باید در کشور همه با هم متحد بشیم و تلاش بر... آفرین. مشت محکمی به دهن شیطان بزرگ و در واقع رژیم صهیونیستی و همه این شیاطین بزنیم. آفرین به آقای پزشکیان. برای عزت کشور، از همه قومیت ها، جنسیت ها، جوانان، کودکان، پیران و همه اون کسانی که رأی دادن به من، رأی ندادن به طرف مقابل، رأی دادن همه اون کسانی که نیامدن، الان میگم که ما هممون با هم برای ایران باید تلاش کنیم و کشورمون رو با قدرت، با عزت بتونیم پیش ببریم و حتما خواهیم توانست این کار رو بکنیم. هر کسی بخواد دولت بشه و یا استاندار بشه یا فرماندار یا مدیر کل، یک اصل رو با همه اینا توافق خواهیم کرد و اگر خلاف این باشه قبول نخواهیم کرد. آفرین. اون رضایت مشتری، رضایت مردمه. شما هر جا دیدید ما راه رو اشتباه میریم، حقی رو ناحق کردیم یا نادیده گرفتیم یا بر اساس عدالت عمل نمی کنیم، حتما به ما گوشزد کنید، من در خدمت شما هستم. اینم از آقای پزشکیان، حرفای بسیار خوشگلی زد. خب
خب میگم که برخی از ماها خیلی الان شکاک هستیم آیا چنین چیزایی میتونه اتفاق بیفته. به نظر من میتونه اتفاق بیفته اگر ما هم اون خب میگم انتقاداتی که لازم هست، انتقادات سازنده، اونا رو انجام بدیم و در واقع مطالبه‌گر باشیم که اینها پاسخگو باشن. خب الان آقای پزشکیان که لبیک گفت به سخنان رهبر، حالا باید ببینیم، حالا هنوز زوده، باید ببینیم که چه کسانی روشون معرفی میکنه و چجوری کدومشون از فیلتر مجلس عبور میکنن و میشن وزیر و نمیدونم رئیس و تمام این داستانه. باید صبر کنیم ببینیم. پس میگن گر صبر کنی زغوره حلوا سازن. برخی میان لیست میدن تو فضای مجازی، میگن اینا رو اومدن، قرار اینا بشن رئیس، رؤسا و وزیرا، اینا رو هم بهش گوش نکنین تا رسما اعلام بشه. خب در صورت عزیزان من خوشبین هستم تا موقعی که عکسش بهم ثابت بشه، تا موقعی که ببینم چه کسانی اومدن. اگر که این دارو دسته نیویورکیا بیان روی کار و اینها بخوان امور رو بگیرن دستشون، خب اون موقع است که مشکلات عدیده‌ای رو باید باهاش بجنگیم. و ولی با اون حال هم من فکر میکنم که ایران انقدر قوی هستش که بتونه با این دارو دسته بجنگه. در صورت ما آماده جنگ هستیم و آماده همکاری، آماده اتحاد، آماده همه چیزهای خوب برای کشورمون. خب لایک و یادتون نره به اشتراک گذاشتن و نظرتون رو بنویسین. با عشق بر عاشقان ایران. خب اینجا چی نوشته؟ باید که جمله جان شویم تا لایق جانان شویم. یادمون باشه باید که جمله جان شویم تا لایق جانان شویم. خب با تمام یاخته های وجودمون باید بریم به سمت خدا. در پناه حق باشین.